درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. دیشب یه سندی دیدم که در اونجا پاکستان به ایران پیشنهاد داد که ایران، پاکستان و افغانستان بشن یک کشور و یک فدراسیون یا اتحاده به یک کشور ایجاد کنند. حقیقتا این سه کشور بسیار به هم شبیه و یکی هستن و به طور تاریخی هم با هم دیگه یک کشور بودن. اما اصلا علم تو خاطراتش نوشته که من هرگز زیر بار این تر نمی روم، خاک عالم تو سره. این نخست وزیره احمق محمد رضا شاه بودن که برای این اونجور داده بودن به عربستان، گفتن که یه عروسی داشتیم داماد کردیم، هرچی آدم خائن و نکبت و بیغیرت بود دوربر محمد رضا شاه و خاندان پهلوی بودن. و چون که گفتش که من زیر این بار این تر پاکستان نمی روم، چون که آنها می خواهن که ما خرج آنها رو بدهیم و هزینه فدراسیون با ما باشد. آخه چقدر نکبت و احمق بودی، چقدر این آدم های دورورش آدم های احمق و بیغیرتی بودن. و منفعت عظیم اتحاد ایران، افغانستان و پاکستان به چشمش نمی آمد. حالا اینا شاید چون فکر کردن که اصطلاح علم و ایران تازه به نفت رسیده بود و از مالیش خوب شده بود، دید برتری داشت نسبت به دو کشور شرقی ما که بسیار کشورهای با اهمیتی هستند. و من همیشه تاکید دارم در نگاه به شرق ایران، ایران باید دروازه های خوشبختی خودش رو در دو کشور افغانستان و پاکستان پیدا بکنه و طوری همسانسازی و یکسانسازی فرهنگ کنه، مرزها برداشته بشه. این دو کشور الان برای ملت ایران تو کشور خاموشی هن. اصلا عملا هیچ کشوری در شرق ما وجود نداره و این خیلی بده. ایران کشوری است که دو همسایه یا سه همسایه شرقی خودش رو اصلا نمیبینه. پاکستان، افغانستان و حتی ترکمنستان. شرق ایران مرده است و این سیاست استعماری جریان نفوذ در داخل کشور هست، در دستگاه ها و وزارتخانه ها هست. و سواحل مکران ما که مهمترین سواحل اقیانوسی ماست و ما رو روبروی قطب جنوب قرار میده و تمام دروازه بزرگ تسلط بر اقیانوس ها و دریاها هست، دریای مکرام، اصلا عملا 200 سال خاموش و هیچ توسعه اونجا انجام پیدا نکرده. بلوچستانه که روزی نیمروز جهان بوده و قلب جهان بوده، سیستان و بلوچستان یه استان خاموش. نه تنها ما به افغانستان و پاکستان هم هیچ توجهی نداریم به عنوان دو کشور استراتژیک و مهم، حتی به استان شرقی منو توجه نمیکنیم. و یه سیاست نفوذه به نظر من. یه ده آدم احمق هستم که اصلا توجه نمیکنم چقدر مهمه پرداختن به این کشور. خود پاکستان خودش اومده پیشنهاد داده ما با هم با افغانستان یکی بشیم، یک کشور بشیم. شما ناز میدادیم. حتی اگر آذربایجان هم میومد یه روز اون موقع پیشنهاد میداد ما با شما یکی بشیم، باز یه ده احمق تو کشور هستم که میگن نه، ما نمیخوایم با یکی هیچ کشور یکی بشیم، هزینه ها بالا میره. یا مثلا فکر میکنن که از نظر فرهنگی تغییر ایجاد میشه، یا حتی خیلی از نظر مذهبی واسه شون مهمه که میگن که تناسب شیعه و سنی به هم میخوره. این خیلی نگاه احمقانه است. این حفظ برتر اقلیت یا اکثریت اگه مثلا شیعه یا سنی باشه، اینو با این نگاه اتحادآمیز اتحاد مخالف هم. و این فکر بسیار اشتباهیه، چون قرار نیست که تغییر دینی انجام بشه که یا ما به زور اونا رو شیعه کنیم یا اونا اصلا ما رو سنی کنن. اصلا نگاه اشتباهه. نگاه تغییر دین اشتباهه. هر کس به دین خودش باشه. و احمقانه ترین کار اینه که کسی بخواد دین کسی رو عوض بکنه. ما به دین مردم چه کار داریم؟ ما باید به اشتراکات انسانی و فرهنگی پیدا کنیم و بسیار مهمه که ما بتونیم این دنبال چنین فدراسیون‌های چنین اتحادهایی باشیم. متاسفانه اون نگاه رابردی تو این مسئولین حکومت های ما نبود و نیست که چنین فکر بکنن. این خیلی مهمه. الان اگر مثلا پیشنهادی بده، حتی خود سوریه و عراق پیشنهاد بده مثلا با ایران یک کشور بشیم تا مدیترانه، بازم یه دهمق هستن تو کشور شاید مخالفت کنن. الان زمین های اتحاد و برداشتن مرزها بین پاکستان و افغانستان، ایران، عراق، سوریه تا لبنان برداشته شده و عملا میتونه یک کشور بزرگ، یک کشور اتحادیه بزرگ از مرز هندوستان، پاکستان و افغانستان در پامیر، در مرز چین تا
تا به سمت دریای مدیترانه. هممون سیستم های همسانسازی داشته باشیم، قطارمون رو به هم بس کنیم، اتوبونا رو به هم بس کنیم، پول مشترکی داشته باشیم و خیلی کار رو میشه کرد. و متاسفانه اون نگاه آرمانگرا در مسئولین ما نیست و یه دم غربگرای احمق هستن، یه دم متحجر شیعگرا هستن و اینها، یه دم که خب تجزیه طلب نفوذی هستن، اینها مانع میشن از این نگاه های بلند. و چقدر سطح فکر این اصطلاح احلم احمق کوتاه فکر بوده که از این فرصت استفاده نکرده برای اتحاد سه کشور پاکستان، افغانستان و ایران، که در واقع همه این پهنه و پیکره فلات ایران هست، آریا زمین هست و یک کشور هست. و نگاه نکردن اتفاقا به شرق باعث شده که توی دوتا کشور تروریسم رشد بکنه و این از کمکاری ایرانه در رها کردن نیمه شرقی خودش. حتی ایران، حکومت ایران، حتی نیمه شرقی خودش هم رها کرده، نه تنها افغانستان پاکستان، نیمه شرقی ایران هم رها شده، یعنی نصف نیمه شرقی ایران رها شده است و هیچ توجهی بهش نمیشه توسط حکومت مرکزی ایران، در حالی که حتی نیمه شرقی ایران، افغانستان، پاکستان و حتی آسیا میانه بسیار مهمه تا ازبک و ترکمنستان. امیدوارم یه حکومتی بیاد، حکومت ایرانگرا توجه دارن به قسمت شرق ایران و متاسفانه حکومت غربگرا و مذهبی شیعه زیاد اهمیت نمیده به این مرز شرقی ما که دروازه شکوه و توسعه ما و پیشرفت ما در شرق است. همیشه در جایی که شما فکر نمیکنی گشایشی و بختی نیست، در همونجا بخت است. در واقع بخت و گشایش ما، بخت اقتصادی ما و توسعه ما به نیمروز باستان که پاکستان و بلوچستان ایران باشه، به خراسان و باستان که خراسان ایران و افغانستان باشه، و این دو پهنه و پهله کلمه پهلوی از پهله میاد، این دو پهله بسیار مهمه، پهله نیمروز باستان و پهله خراسان و باستان. متاسفانه نوع نگاه ایرانگرایی در سیاست خارجی ما هنوز قوی نشده، باید این جریان شناخته شده بشه و قوی بشه. بدرود.